مرکز بزرگ صادرات میوه تازه در کابل است که افزون بر صادرات میوه بازارهای داخلی نیز از این مرکز اکمال می شود. فروشندگان این مرکز میگویند که قیمت انار، انگور و سیب نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. در سال روان به دلیل صادرنشدن میوه تازه به پاکستان کشاورزان زیان کردند. آقا د اخو چې مال راځي ام ټیک زیات اخی د دې اخو چې مال دی ام ټیک زیات اخی پروش کال پر یو کارتن باندې 160 او 100 روپیه راکله اوس پر یو کارتن باندې 240 روپیه راځي نن صوبی حساب د میمنه میرا فول میګه بسیار خرج میخوره پاکستان کې میبره و میګه کشتون بلند است ګمرک بلنده یا هم ګمرک خود بلند کده پاکستان هم بلند کده مسئولان اتحادیه صادرکنندگان میوه تازه میگویند که حکومت افغانستان و پاکستان تعرفه ها را افزایش دادند و موترهای معیاری برای انتقال میوه ها وجود ندارد تا از طریق بندر چابهار صادرات صورت گیرد آنان میافزایند که مشکل کمبود سردخانه ها پا بر جاست او علت اصلی و اساسیش که میوه‌جات ما سبزیجات ما نرخش کاهش پیدا کرده علتش فقط بلند بردن تعرفه پاکستان است او یک اندازه انار ما امسال مرض پیدا کرده که به نام مرضش ما مردم شکرک میگیم که قنداریا به لفظ پشتو چیز دیگه میگن انار مرض پیدا کرده یکی انار در درخت میکفه وزارت زراعت و مالداری میگوید که در سال روان محصولات میوه تازه 30% افزایش داشته و کار ساخت سردخانه ها هم در آینده نزدیک آغاز می شود در قسمت اعمار 12 سردخانه که هر کدام ظرفیت 500 متریک تن است دارم و شما چندین بار صحبت کردیم تقریبا 3-4 ماست که مراحل تدارکاتی از سوی وزارت زراعت و تدارکات ملی نهایی شده آگاهان اقتصادی میگوید که اگر سکتور خصوصی در کارخانه های تولید آب میوه و ساخت سردخانه ها سهم داشته باشند و میوه های داخلی از سوی نهادهای دولتی خریداری شود مشکل کاهش قیمت میوه حل می شود تلاش کردیم تا نظر وزارت صنعت و تجارت را نیز در این مورد داشته باشیم اما موفق نشدیم